ارزش اقدامات در واقع اصلاحی خوبی ما انجام دادیم، تا اگر وقت باشه من دو سه تاشو جایی که واقعا داد هوادارا رو در آورده، دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس. بله نه، حالا مثلا یکی از اقداماتی که ما در حوزه مثلا یه نمونه شما عرض میکنم، ابطال واگذاری مثلا تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی هم ممکنه ورزشی، ابتدا 3 میلیارد تومان اصلا مزایده گذاشته بودم، ما مطلع شدیم خیلی عددش کمه، این 3 میلیارد رسید به 13 میلیارد و 700 میلیون تومان، یعنی بیش از 10 میلیارد تومان توی یک مناقصه ای صرفه جویی شده به نفع ارسنال حوزه ورزش. یا جلوگیری از جذب و استخدام مربی و بازیکن خارجی در تیم‌های لیگ برتر که ما ورود و پیگیری که کردیم، الان تعداد قابل توجهی از در واقع باشگاه‌های ما و در واقع تیم‌های لیگ ما مربی داخلی دارن، مثل بله. استقلال، مثل فولاد و خوزستان، مثل پرسپولیس. بله اغلب تیم‌ها مربی داخلی بله. و چیز بازیکن داخلی بله. هم دارن. ما حالا آمار جالبی مثلا ما تو سوابقی که بررسی کردیم، پرداختایی که به این مربی‌های خارجی یا بازیکن‌های خارجی داشتیم، مثلا برای یک دقیقه بازی در یک تیم 180 هزار دلار پرداخت کردیم برای یک دقیقه، برای 3 دقیقه بازی در یک تیم 250 هزار دلار، برای 12 دقیقه بازی 250 هزار دلار پرداختیم که اینا همش توی جلوگیری شده. مقام معظم رهبری هم در دیداری که با عرصبت که بعضی از بازیکنان تیم والیبالیستای جوان داشتن فرمودن که این عبارت از رو تاغاست، بعضی ها بی خود روی مربی خارجی اصرار دارن، الان در تیم نوجوانان والیبال نتایج خوب و مثبتی به دست آمده. ما هم این سیاست رو دنبال کردیم، خوشبختانه وزارت ورزش و هم عرصبت که باشگاه های ورزشی استقبال کردن، خودشون مصوب کردن اینها رو. ما پیشنهاد دادیم اونا خودشون، چون ما دخالت در کار ورزش یا در کار دستگاه اجرایی نمی کنیم، ما پیشنهاد میدیم، وقتی میدم پیشنهاد درسته به نفع کشور هست مورد توجه قرار میگیره، یا حالا اون ویلموتسه که بحثش قبلا شده، یا تأمین تمام تجهیزات و البسه تیم‌های ورزشی که الان میخوام برن توی در واقع المپیک 2021 در توکیو شرکت بکنن، همش داخلیه و این واقعا قبلا اینطور نبود، وزارت جدی روش وجود داره. بله بله، اصلا ما همکارمون همراه این هیئت ها میره اونجا نظارت هم نظارت.